شکل عبدالله نخعی نوشتن این آدم آدم عابدی بود، زاهدی بود، خیلی مقید بود که خودشو آلوده نکنه. وقتی از دستگاه حکومت خیلی دوری میکرد، دستگاه حکومت، دستگاه حکومت مهدی خلیفه عباسی حاکم وقت بود، مهدی عباسی، او سعی میکرد که این آدم چون تو مردم محترم بود، آبرومند بود، او را به خودش نزدیک کنه که با هم حکومت خودش را از طریق او مشروع نشان بده. این گوش نمیکرد، ایسا نمیکرد. او مکرده این نامه ها مینوشت، پیغام میفرستید، دست فرستاد با شما حداقل قضاوت رو قبول کن. قضاوت که شرعیه، اون چه عیبی نداره که خب شما شرعی هست قضاوت قبول دستید. قبول نمی کن. گفت با پس در فرهنگ بد نیست که تعلیم. این بچه های من برای خود یک اتاق درست میکنم، جامع اگم میکنم، هر روز بیاتون کاخ من، این بچه های من رو تعلیم و تربیت کن. دین گادشان بده، فرزندان من گادشان بده. بچه های شاه مقابل نکیم. آخرش او با شما یه هنس کار انتخاب کن، یک مجبورش کرد. گفت بخوا حاکمه دیگه، قدرتمند دیگه. یا باید قضاوت قبول بکنیم، یا بچه های من رو شاگرد قبول کنی، تعلیم کنی، یه روز با من غذا بخوری سر سفره من، سر خواهیم برشی، من دعوت رو میگم سر سفره من برشی. او تیه مهم نیست که یا قاضی باش، یا معلم بچه های من باش، یه روز مهمان من باش. او دید چاره نداره، اکراه فکر کرد که خود حال این باید آسانتره، یه غذا خوردن دیگه. گفت بسیار خوب، حالا باش میگه غذا هم بیانیرتیر رم میهمان، او همین سفارش کرد به اون آشپزش که فران غذاها رو لذیذ و مطبوع این رو درسته. خب، اینم بنده خود به خود تا این چین غذای نخورده بود میتاورده یاد رو به غذا خورد و بعد نوشتن که در همون غذایی که خود اثر برز گذاشت جوری شد که از درباریان خاص خلیفه شد، هم قاضی شد، قضاوت قبول کرد، هم علمی بچه ها شد. بعد وقتی که اون حقوقش میخوان حقوق بهش بدن، یه براتی نوشتن بره از صراف بگیره، پول فراوانی واسه هم بگیره، او را پیش فراف و او صراف گفت امروز ندارم، فردا بیا من بدن. این اصرار کرد که نه امروز میخوام. او ناراحت شد، گفت مگه من هر روز اتس روختی اینقدر اصرار؟ گفت دین فروختم به شما، از حیوته بالاتر دینم فروختم به شما. آنگاه اینجور میشه.